هفته گذشته بیت کوین عملکرد مثبتی از خودش نشون داده. دو بار قیمت به سطح 10,000 رسیده که خب واقعه بسیار مهمیه. علل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از اون دلایل نزدیک شدن به هالوینگ دی هست. بازارهای موازی بیت کوین هم در انتهای هفته عملکرد مثبتی داشتن. طلا عملکرد کاملا محسوس مثبتی داشته. نفت هم تا حدی رشد قیمت داشته. طبعا به دلیل همبستگی بین قیمت‌ها احتمالاً بیت کوین هم کمی رشد کرده. در هر صورت به یک سطح بسیار مهم رسیده که از لحاظ تاریخی شکستنش یک مقداری با مشکل مواجه است. از نظر تکنیکی اگر بخوایم بحث بکنیم، اگر در یکی دو روز آینده بیت کوین بتونه قیمت رو بالای 10,200 10,300 ببنده و یکی دو روز دوام بیاره، دسترسی به عدد 11,000 دلار چندان دور از دسترس نیست. اما اگه نتونه به این سطح برسه و لول در واقع سطح 10,000 دلار رو بشکنه، احتمالاً با اصلاح مواجه خواهد شد. چند تا سطح خیلی جدی تاچ نکرده در سمت اصلاح، یعنی سمت نزول برای بیت کوین وجود داره که خب احتمالاً به اونها میرسه. بعید نیست همین امروز سطح 9500 رو بتونه تاچ کنه و خب طبعاً بعد اون به سطوح پایین‌تر برسه. جنبندی اگر بخوام بکنم اینه که ما تابع حرکات قیمت و پرایس اکشن این به هر سمتی ستاپ شکل بگیره ما همراه با اون خواهیم بود، به خصوص اینکه این هفته‌ها تریدرها تقریبا هفته‌های بسیار مهم و هیجانی رو دارن پشت سر می‌گذارن. شاید خواب اضافه اونها باعث بشه که حتی یک روند رو چه در جهت نزول چه در جهت صعود از دست بدن و این ناشی از هیجانات موجود در بازار بیت کوین و البته بازارهای موازیه. از لحاظ بنیادی ما داریم به هالوینگ دی نزدیک میشیم که خب طبعا یک اتفاق مثبت هست. چشم انداز منفی اقتصاد آمریکا خودش یک اتفاق مثبت برای قیمت بیت کوینه که به هر ترتیب اونها میتونن با سرمایه‌گذاری در بیت کوین انتظار میره دارایی خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو حفظ بکنن. تعداد والها در بازار افزایش چشمگیری پیدا کرده از ماه مارس تا به حال. بعضی از سرمایه گذاران هم اسم برده میشه که اخیراً وارد بازار شدن و سرمایه گذاری های سنگینی رو در بازار بیت کوین انجام دادن. اون چیزی که تجربه نشون میده البته این هست که معمولاً وقتی خبری در میاد مبنی بر اینکه یک سرمایه گذار مهم وارد بازار بیت کوین شد، بعد از دو سه روز پالس های منفی صادر میشه، ولی بر ترتیب این اخبار در بازار هست. یکی از سرمایه‌گذاران مهمی که وارد بازار شده، اون چیزی که من تونستم بفهمم اینه که وارد بازار آتی بیت کوین شده. این قابل ذکره چون ما الان نمی‌دونیم ایشون پوزیشن سل گرفته یا پوزیشن بای گرفته. جنبندی اگر بخوام بکنم اینه که در مجموع نگاه بنیادی مثل نگاه تکنیکال انقدر پرشک و شبهه نیست. نگاه معمولاً رو به صعود و در واقع نشان دهنده ادامه روند صعودی قیمته، ولی خب برای هفته آینده از نظر تکنیکی ما باید منتظر تشکیل یک ستاپ مناسب باشیم. جنبندی اگر بخوام بکنم مجموعه صحبتامو این هست. 4 یا 5 سیکل زمانی در بازار فعال شده که اثر عمده اونها بر بازارهای مالی منفیه. اگر یکی یا دو تای از اونها در بازار فعال میشد، ما اینطور نتیجه گیری میکردیم که بیت کوین رفتاری مثل طلا از خودش نشون میده و مردم برای حفظ کردن ارزش سرمایه گذاری خودشون در این شرایط به بازار بیت کوین هم میتونن رو بیارن. اما 4 یا 5 سیکل زمانی همزمان فعال شده. تاریخچه بازار رمز ارزها کمتر از 10 ساله. ما تجربه فعال شدن این همه سیکل همزمان رو با هم نداریم. از این جهت باید در بازار بسیار با احتیاط گام برداشت و رفتارها رو دائم رصد کرد. بدون تشکیل یک ستاپ مناسب و حد ضرر توصیه میکنم به هیچ وجه وارد بازار نشیم، وگرنه ممکنه منجر به ضررهای هنگفتی بشه.